سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. دیگران ما رو چگونه میبینن؟ چگونه روایت میکنن؟ ما رو چجوری میفهمن؟ اینها نکاتی است که اگر بتوانیم به آن اشراف پیدا بکنیم، اگر بتوانیم دربارش اطلاعات دقیقی داشته باشیم، به شدت بر مسیری که میرویم میتونه اثر مثبت داشته باشه. تلاش میکنن اینها سانسور بشه، تلاش میکنن اینها به گوش ایرانی ها نرسه، تلاش میکنن ما در فضای خودتحقیری نفس بکشیم. من میخوام بخشی از اظهار نظرهای اساتید دانشکده های فرماندهی ارتش آمریکا رو برای شما بخونم، محتوایی که دوستان ما در کاوش مدیا زحمت کشیدن ترجمه کردن و بخشش بسیار خاص هست. انتخاب کردم برای شما که با هم مرور کنیم، ببینیم که درباره ایران چه چیزهایی از سوی دشمنان این سرزمین گفته میشه. ببینیم، برمیگردیم، نکات ویژه‌ای دارم که خدمت شما عرض خواهم کرد. It's important for the US Army, for the people, the members of the US Army to be aware of the background of Persia or Iran because the Iranians are. They have a very ancient civilization going back into the sort of prehistoric times. And most Iranians, whether they think in terms of their historical legacy or not, they live that historical legacy. The importance of their Persian cultural heritage is more towards their, or is geared more towards how they see themselves within the region. Specifically, you know, they have a historical legitimacy within the region, and that's really where they fall back on that Persian heritage. Now, that has gone back and forth. Empires have risen and fallen since then with the introduction of Islam, and specifically Shia Islam, and then, you know, their Shia revolution. They see themselves more as Muslims than if you, you know, go back and look at their Persian heritage. But that is important for them to validate how they see themselves working within the region. خیلی خوب، بخشی از این ویدیو رو با هم دیگه دیدیم. اشاره‌ای دارد به چیزی به نام تاریخ ایران. ظاهرا ما یه چیزی داریم که علاوه بر توان نظامیمون، علاوه بر کارهایی که این روزها داریم میکنیم، علاوه بر رفیقای مشتی که توی منطقه داریم و حاضرن برای ما و در کنار ما و در راستای هدف مشترکی جان بدهن، علاوه بر همه اینها، ظاهرا ما یه چیز دیگه هم داریم که برای اونا مهمه و اون هم اصالت ایرانه، اون هم تاریخ ایرانه. میخوایم بخشی از این صحبت‌ها رو با هم بررسی بکنیم. میگه که مهم است که نیروها و کارکنان ارتش آمریکا از پیشینه پارس یا ایران آگاه باشند، زیرا ایرانیان از آن آگاه هستند. آنها از تمدنی بسیار باستانی برخوردارند که به گونه‌ای به عصر پیش از تاریخ برمیگردد و بیشتر ایرانیان چه میراث تاریخی خیش بیاندیشند یا نیندیشن، با این میراث تاریخی زندگی میکنن. میگه حتی اگر به این چه فکر بکنن چه فکر نکنن، داره با این زندگی میکنه. این بخشی از حقیقتشه. تو رفتارش هم شما نگاه میکنی، چیزهایی به وقتش از خودش نشان میدهد که این از اصالت اوست. او ریشه، این ریشه در تاریخش داره، این ریشه در شرافتش داره و چیزهایی از این دست. میگه ارزش فرهنگ ایران به آنجا برمیگردد که شیوه نگرشی که از جایگاه خود در منطقه دارند را شکل میدهد. بله، چرا که از مشروعیت تاریخی در منطقه برخوردارند و واقعا آنها به این میراث ایرانی تکیه میکنند. فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کردند، امپراتوریهای گوناگونی برخاستند و فرو افتادند، سپس با اسلام به ویژه اسلام شیعی آشنا شدند که به انقلاب شیعی منجر شد. در حال حاضر بیشتر خود را یک مسلمان می‌بینند تا اینکه به گذشته دور نگاه بکنند، اما میراث فرهنگی ایرانی‌ها از آنجا برایشان ارزشمند است که با توسل به این نگاه جایگاه خود را در منطقه می‌بینند و با آن احساس اعتبار می‌کنند. میگه شما وقتی داری درباره ایران صحبت می‌کنی و وقتی به این منطقه می‌آیی تا در این منطقه ایفای نقش داشته باشی، عربستان رو می‌بینی، کشورهای دیگر رو در منطقه می‌بینی، ترکیه رو می‌بینی، دوستا و دشمنان رو در منطقه می‌بینی، یک کشوری هم هست به نام ایران و میگه که این ایرانه چه قوی باشه چه ضعیف باشه، یک ویژگی داره
که اون ویژگی کمکش میکنه توی این منطقه همیشه حرف برای گفتن داشته باشه و اون ویژگی این است: اصالت ایرانی ها برای آنها در این منطقه مشروعیت میسازد. به شکلی که تو چند هزار تا کلاه کسته‌ای هم داشته باشی، اگر بیای اینجا و چپق همه رو هم چاق بکنی، از موضع بالا هم با همه صحبت بکنی، به این که میرسی این نمیخواد در مقابل تو کرنش داشته باشه. آقا من عربستان تو نمیخوام باشم، من میخوام یه جوری بازی کنم تو این منطقه که عربستان 40 سال بعدش بفهمه اون باید بیا سمت من، نبره سمت آمریکا، نبره سمت دیگران. من این شکلی بازی میکنم. درستش اینه، دیگران هم به زودی میفهمن بازی این شکلی درسته. اینا از کجا داره؟ مگه تو بمب اتمی داشتی؟ مگه تو تسلیحات نظامی خاصی داشتی؟ مگه تو امکانات ویژه‌ای داشتی که بعد از 57 وقتی برای چاخ بازی در می آوردن می‌خواستی از موضع یک ابرقدرت حرف بزنی؟ نه، من هیچ کدوم از اینها رو نداشتم و ندارم. اما واقعیت این است که من ابرقدرت هستم. من اصالت دارم. اصالت من از بمب‌های اتمی شما بسیار قدرتمندتره. و اصالت من بازی رو برام در این منطقه پیش می‌بره. شک دارید؟ به حقایق منطقه نگاه کن. کدوم یکیشو داشتم؟ از امکانات شما من کدوم رو داشتم؟ الان اوضاع من در منطقه بهتری آمریکا؟ بریم ادامهش رو بررسی کنیم. بریم ادامهش رو بررسی بکنیم ببینیم که دیگر درباره ایران چه میگوید. Iran were attacked from the outside. The Iranian army would stand fast, defend Iran to its last bullet, its last breath. Probably very effectively. They proved that in the Iran-Iraq war. Took them 8 years to go from being overwhelmed to being able to push the Iraqi army back into Iraq. I would argue that the Iranian military is the first and probably best example of what we now call hybrid warfare. And this is something that goes straight back to the aftermath of the revolution. And really, when they were fighting the Iraqi military, which was a very, very powerful and well-equipped conventional force, the Iranians had to come up with new solutions to fighting this a much more capable conventional force. And خیلی خوب، بخش از این صحبت‌ها رو دیدیم. میگه که انگار از خارج به ایران حمله می شود، ارتش ایران، میگه انگار وقتی که از خارج به ایران حمله شد، ارتش ایران فوراً در برابر او می ایستد، تا آخرین گلوله و تا آخرین نفس مقاومت خواهد کرد، شاید هم به پیروزی برسد. میگه اصلا نگاهش این نیست که پیروز میشه یا نه، میفهمه تا آخرش باید وایسه. یه عکسی هست از دوران دفاع مقدس از شهر خرمشهر. دشمن حمله کرده، شهر سقوط کرده، پیشروی های صورت گرفته. عکسی از یک پل منتشر شده، 3 نفر یا 5 نفر، حضور ذهن ندارم، پشت به دوربین در حال حرکت به سمت آن سوی پل هستن. درباره این عکس گفتن که اینا آخرین مدافعانی هستن که رفتن به سمت خرمشهر. کی بودن؟ چی شدن؟ سرنوشت آنها چی شد؟ برگشتن یا در جایی از تاریخ این مملکت بدون اینکه اسمی ازشون باشه ماندن که ماندن؟ هیچی دربارشون نمیدونیم، ولی میدانیم آن چیزی که ما را در دنیا روایت میکند همین عکسه. واقعیت ما همین عکسه. وطن اگر لازم داشته باشه، ما با همه وجود باید برویم، چه بازگشتی باشد چه نباشد. این رو ایرانی ها فهمیدن. از کجا این رو فهمیدن؟ از اصالتی که اون اصالت آنها را در مقابل کسانی که از فرا منطقه می آیند فراتر می بره. به مدافعان حرم نگاه بکنین. شما عقبت در مقابل داعش در عراق کجاست؟ در سوریه کجاست؟ کی می خواد ازت پشتیبانی بکنه؟ رفتید جلساتی برگزار کردید، روزها قرار شده نقش نیروی هوایی رو بازی بکنه. بازی می کنه؟ نیروی نظامیش هستی که با همه وجود پای تو وایسه؟ سوری ها پای تو تا آخرش وای میسن؟ بچه های دیگری که هستن سنگرهاشون رو ممکنه ول بکنن بیان کمک. یه جایی ممکنه خودت باشی و خدای خودت. بچه های افغانستانی هم این شکلی هن. اونهای دیگه، هر کسی با ما حوزه تمدنی مشترک توی منطقه داره، مدلش این شکلیه. یعنی انگار یه چیزی هست که در دی ان ای ملت هایی که در این منطقه حوزه تمدنی مشترک داشتن وجود دارد، به وقتش فعال میشه.
و اونها رو تا آخرین نفس پای پرچمی که هستن نگه میداره. بریم ادامهش رو با هم بررسی بکنیم. در ادامهش میگه که اینها با همه وجود میایستن. ایرانیان این را در جنگ ایران و عراق به اثبات رساندن. 8 سال از مغلوب شدن در دست ارتش عراق تا توانایی به عقب زدن ارتش عراق به داخل عراق به درازا کشید. میگه 8 سال با این روند اومدن جلو تو شرایطی که از شورویش از عراق حمایت میکرده تا آمریکا. هر کسی هر چقدر تسلیحات تونسته فرستاده. ما از اولین اسرایی که گرفتیم مصری بودن، عراقی نبودن. چرا؟ به خاطر اینکه همه با همه ظرفیت آمدن. عبدالله اردنی پدرش با همه توان وسط اولین گلوله‌ای که به سمت ما شلیک شد اردنی ها شلیک کردن. بریم ادامهش رو بررسی کنیم. یه استدلالم این است که نیروی نظامی ایران نخستین و چه بسا بهترین نمونه چیزی است که ما آن را در جنگ ترکیبی می نامیم و این روش جنگیدن درست به همان روزهای پس از انقلاب برمیگردد که با ارتش عراق می جنگیدن که یک نیروی متعارف بسیار بسیار قوی و مجهز بود. من یک گزارش می خوندم در روزهای قبل از یک اندیشکده آمریکایی، الان اسمشو حضور ذهن ندارم، یک افسر سازمان سیا نوشته بود. توی گزارش گفته بود که روزی که ما از عراق در مقابل ایران دفاع می کردیم و حمایت می کردیم، همون جنگ تحمیلی رو میگه که شوروی و بقیه همه در کنار عراق بودن، میگه توی رتبه بندی ها عراق ارتش پنجم دنیا بوده. دوستان این رو بررسی بکنن، این رو بررسی بکن، دقیقش رو به ما بگن توی کامنت ها اگر نکته دیدین، اگر چیزی هست که این رو در اون بازه زمانی به تایید برساند حتما بهش اشاره بکنید. ادامهش رو با هم ببینیم. ایرانیان نیاز داشتن به راهکارهای تازه‌ای در جنگ با این ارتش متعارف بسیار تواناتر برسن و در نتیجه چیزی که رسیدیم که آن را امروز جنگ ترکیبی مینامیم. میگه در نهایت وقتی دو تا چهار تا کردی، آقا در مقابل ارتش عراق با این امکاناتی که داره، با همه توانی که هست و حمایت‌های همه جانبه همه ملت‌ها، نمیشه کاری کرد. من باید برم سراغ یک مدل دیگر. یه سخنرانی حاج احمد متوسلیان داره، قهرمانی که در جایی به نام، در مقابل کسانی به نام صهیونیست‌ها و در جایی که همچنان چشم ما به این است که از آنجا خبری برسد، خیلی دورتر از مرزهای ایران، ایشان و خاطراتش برای ما مانده. من این اگر میبینید تمرکز ندارم، واقعا نمیدونم از کلمه شهید استفاده بکنم، همچنان یه کلمه جاوید الاثر بگم، یا بگم فردی که منتظریم بیاید، واقعا نمیدونم چی به کار ببرم. به خاطر اینه اگر بی تمرکزم ببخشید. ایشان یک نکته ای داره و یک جمله ای داره توی جمع نظامی هایی که در مقابلش هستن، رزمنده هایی که میخوان عملیات بکنن. میگه که یه عدد اینو مطرح میکنه، مثلا روزی که جنگ شروع شده 800 تا بالگرد داشتیم، الان 200 داریم، مثال دارم میگم. بعد ایشان میگه که میگه روی جنگ افسار، این چیزی که دارم بهتون میگم یعنی روی جنگ افسار نمیتونیم حساب بکنیم، باید گوشت تن ما در مقابل تانک های اینها بیسته. صریح این رو مطرح میکنه. شما وقتی بررسی میکنید در میدان همین اتفاق افتاده، در بقیه بخشا همین اتفاق افتاده. یکی از دوستان چند روز پیش یه متنی برام فرستاد، میگه زمانی که به شهید تهرانی مقدم گفتن شما فرمانده توپخونه هستی، اصلا توپخونه ای نداشت تهرانی مقدم. مثلا با کدوم توپ میخوای مثلا در مقابل دشمن، کدوم امکانات، چی اصلا وجود نداره. میگه ایشان برگشت گفت از دشمن غنیمت میگیریم، از دشمن غنیمت میگیریم. و میگه این مدلی بود که آنها در مقابل یک ارتش تا دندان مسلح روی میز گذاشتن، ارتقایش دادن، شاخ و برگ بهش دادن، ما امروز به عنوان جنگ ترکیبی میشناسیمش. بریم ادامهش رو بررسی بکنیم. The result is what we now call hybrid warfare. Essentially, the Iranian military is made up of two major elements. The Artesh, which is the Iranian word for army, is the, call them the conventional forces, which would be the Iranian land forces, the Iranian naval forces, the Iranian air forces, the Iranian rocket forces. These are the armor, the mechanized infantry folks, whose focus is national defense. The second group, you know as the Pasdaran, or the Iranian Revolutionary Guard Corps, is almost a mirror image, smaller, more ideologically focused than the Artesh. But the Pasdaran, or the IRGC, has a land force, a maritime force,
an aerospace component, and the Quds Force, which is their special forces. We have Artesh on one side, IRGC on the other. They both report to a single entity called the Armed Forces General Staff, which is the senior military element in Iran. That's the equivalent of their joint chiefs, basically. Looking outside of... خیلی خوب، بخشی از این ویدیو رو با هم دیدیم. بریم بررسی کنیم ببینیم چیا داره گفته میشه. میگه در اصل نیروی نظامی ایران از دو عنصر اساسی پدید آمده است. ارتش ایران که نیروی نظامی متعارف ایران شناخته میشود، از نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی و نیروی موشکی تشکیل شده است. اینها نیروی مسلح مکانیزه هستند که تمرکز اصلیشان بر دفاع ملی است. آقا اسم ارتش ایران چی؟ ارتش جمهوری اسلامی ایران. سپاه چیه؟ سپاه انقلاب اسلامی. آقا کلمه ایران نداره. این ارتش جمهوری اسلامی ایرانه. ایران اسم ایران را یدک میکشه. اون کلمه ایران نداره. انقلاب اسلامی بله. در مأموریت‌هایی که تعریف شده است، این از مرزها دفاع میکند، این از چیزی به نام ایران دفاع میکند، مأموریت دارد خودش را خرج چیزی به نام ایران بکند. ماجرای سپاه متفاوته. یک حصه سختی رو در نظر گرفتیم. اولا باید از این حصه سخت دفاع بکنه، دو باید نقشه راهی که این حصه سخت برای توسعه این سرزمین و این نقشه و این تمدن تعریف کرده است، باید اون رو توی منطقه پیش ببره با کمک چه کسانی؟ بره مثلا یاران منطقه‌ای رو به خودش همراه بکنه، افغانستانی ها، عراقی ها، سوری ها، لبنانی ها، یمنی ها و دیگران. تقسیم کاری که صورت گرفته بخشش به این شکله. ادامهش رو بررسی بکنیم. میگه اینها نیروهای مکانیزه شون هستن. دومین عنصری که دارن سپاه پاسدارانه که به عنوان سپاه پاسداران انقلاب شناخته میشه. تصویر آینه‌ای از ارتش است، از آن کوچکتر. میگه از ارتش ایران کوچکتره، ولی به لحاظ اعتقادی سعی کردن متمرکزتر باشه. این برداشت اینها هست از نیروهای نظامی ایران. میگه اما پاسداران یا سپاه پاسداران انقلاب نیست، نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوافضا و البته نیروی ویژه سپاه قدس را دارد. ارتش یک طرف و سپاه پاسداران در یک سمت، هر دو به موجودیتی واحد به نام ستاد مشترک نیروهای مسلح پاسخگو هستند که عنصر نظامی ارشد ایران است که برابر ستاد مشترک ما قرار دارد. من اگه بخوام این گزارش رو با هم بریم بررسی بکنیم، حدود مثلا 2-3 دقیقه‌ش رو با هم مرور کردیم، شاید بالای 12 دقیقه 13-14 دقیقه گزارش باشه که فقط همین 3-4 دقیقه‌ش رو فرصت کردیم با هم بررسی کنیم. فکر می‌کنم لذت بخش بود. من خودم حسم خوب شد با اون چیزی که مرور کردیم. شما رو نمی‌دونم. امیدوارم بهترین ها پیش روی شما باشه. جمع‌بندیم که نیاز نداره دیگه. ماجرا انقدر روشن بود، روایتی بود از ایران از زبان دشمنانش. فکر می‌کنم توضیح بیشتر نشه. فقط یه چیزی می‌خوام بگم. آقایان، خانم‌ها، عزیزانی که برنامه من رو می‌بینید، به ویژه بچه‌های دهه 80، به ویژه آنهایی که بیشتر از ایران در فضای مجازی ایران زندگی میکنید، اگر یک کسی هستی، اگر یک کسی هستی، یک شخصیتی هستی، یک ملتی هستی که تو تمدن داری، تو اصالت داری، تو تاریخ داری، فقط یه جوری میتونن زمینت بزنن، اونم اینه که تو رو تحقیر بکنن. تو باید تحقیر بشوی. تو باید بگی که من هیچی نیستم. آقا هر کجا رو نگاه میکنم چیزی نمیبینم در خودم. باید به این نقطه برسی. اون بنده خدایی که رفته بود توی ناسا، همین عزیز دلمون اصفهانی که اسمش یادم رفت، میگفتش که یکی از کارهای خفنش هم ناسا زمانی که اون پرتابگرش و این چیزاش به مشکل خورده بود، این براشون حل کرد. میگفت 4 سال اینا بتونن، اینا اگه جلوی ایران نگیرن، ما تو دنیا به این نقطه میرسیم هیچ کس به گرد پامون نمیرسه. اگر شما همچین ملتی هستی، اگر شما همچین جماعتی هستی و بخوان شکستت بدن، شروع شکست تو از اینجا است که تحقیرت بکنن. چجوری تحقیرت بکنن؟ من اگر شما رو مسخره بکنم که شما بهت بر میخوره. من باید بتونم در بستر شبکه‌های اجتماعی تولیداتی به شما ارائه بدم که شما خودتو مسخره کنی. این الان داره اتفاق میفته. این الان داره. بی‌شرف‌هایی که دنبال تغییر رفتار ملت ایران بودن، اولین رسانه‌ای که به طنز و سرگرمی راه انداختن با این کلمه شروع شد. مملکت داریم. آقا مملکت داریم. اینجاش این شکلی، نه من اصالت دارم، من تاریخ دارم، من شرافت دارم، من بهترین هستم، من کسی هستم که امروز در هر کجای دنیا نگاه میکنی به یقین رسیدن. یک سال اگر این محدودیت هایی که برای من گذاشتن بردارن، دیگه کسی تو دنیا حریف من نمیشه، کسی تو دنیا به گرد پای من نمیرسه. ایرانی این شکلیه، ایرانی این شکلیه. من خواهش میکنم از رفقایی که دارن صدای من رو میشنون، چه اونایی که با من همسو هستن،
چه اونایی که بعدشون میاد اصلا تحلیلگر نگاه میکنه اعصابش خرد میشه. به محض اینکه ویدیو ما رو میبینه یه چهار تا فوش سرم میکنه میگه فلان فلان شده ببین چیا داره میگه. حتی اونا یه لحظه من توجه کن، هر کجای دنیا که هستی رفیق من الهی قرمت برم، به خودت افتخار کن، به خودت افتخار کن. اونهایی که با ما حوزه تمدنی مشترک داریم به خودتون افتخار بکنید. ما سرآمدیم توی دنیا، ما بهترین هستیم توی دنیا. خواستن ما رو خار بکنن که عراق و افغانستان رو اینجوری زدن، خواستن ما رو درهم بشکنن که این بلا رو به سر منطقه ما آوردن. ما آقای دنیا هستیم، رو دست ما پیدا نمیشه و به یاری حضرت الله به اون چیزی که لایقش هستیم برخواهیم گشت. ما پرچم خودمون رو در انتهای افق خواهیم کوبید. این واقعیتی هست که به یاری حضرت الله به زودی دوستان و دشمنان ما با آن روبرو خواهند شد. من طولانی‌ترش نمی‌کنم. اگر شما نکته‌ای داشتین، بحثی بود، حتما در قالب پیام برام بفرستید، کمک بکنید که گزارش با پیام‌های شما کامل‌تر بشه. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.